اولین درس یک کافر به فرزند دو سالش نمیدونید چی گذشت به من تو بیمارستان روزی که پا به دنیا گذاشت امیر ارسلان از اون تاریخ گذشته قدر دو سال تا الان مردی شده اون پسر قوی جسور پرتوان یادم یک روزایی قلق زدناش هنر بود بعد ی عالم تلاش افتادن دمر بود الان ولی تنهایی میدوه این ورون بر ور. دیگه کارای ساده حساب نمیاد هنر میتونه بین بد و خوب بکنه انتخاب گلیمشو میکشه بیرون راحت اون از آب میون چند تا بچه همیشه از یه رهبر نمیبینه خودش رو از کس دیگه برتر با همه مهربون و با بدی سازگاره برای حل مشکل صبر که چاره داره با همه مردم هر جا مثل دوتا رفیقه براش مهم نیست باشه آشنایا غریبه میدونه در اجتماع باید کنه زندگی نمیتونه هیچ چیزی به دست بیاره تکی برنده بوده اون که با همه داشت اتحاد یه دست صدا نداره با یه گل بهار نمیاد بده امیر ارسلان گوشت رو کامل به من این جمله هامو گوش کن تا بشی کامل روشن زندگی بین مردم راه و رسومی داره هر کی باید احترام به این رسوم بذاره وقتی که قائل باشی برای این کار ارزش حدود رفتار تو خارج نشه از حدش یواش یواش میبینی شدی پر از طرفدار هر کسی مثل خودت میکنه با تو رفتار عشق بابا این جهان آینه رفتار توست هر چی به تو رسیده حاصل افکار توست اگر یه روزی کردی خوبی و خیر ندیدی توقع داشتی اما جواب خیر شنیدی بدون کاری که کردی یه جایی داره اشکال توقعت نابجاست مهم اینه به هر حال وقتی برای پاداش یا که برای شهرت قدم تو این راه خیر گذاشتی کردی حرکت حتی برای کسب رضای پروردگار یا که بگیر دستت رو فردای روزگار به این میگن معامله نه کار خیر خوبی مشخص از اول به فکر کسب سودی صاحب این تفکر خطاب میشه مسلمان یادت نره که در اصل زاده شدی تو انسان تو دنیای آدم ها هر چیزی داره تعریف با منطق عقل ماست هر کاری میشه تکلیف باید که قبل از اینکه بری توی جامعه واسه بقای عمرت بدونی چی لازمه وجود داره تو دنیا حقیقتی در این کار ضعیف میشه پایمال اینه سرانجام کار همیشه اون که زورش زیاده حق رو خورده حاصل عمر مردم رو به فنا سپرده اون چیزی که لازمه برای این زندگی عقل و شعور و فهمه با یه کمی زرنگی فقط حواست باشه اون زورگوه نباشی یادم نبود بگم که انصاف داشته باشی بستگی داره با کی باشی تو در تقابل به کار بگیر صفات آخر و با تعادل از همهشون مهمتر منطق و ادراک توست همون که اسم شقل و منشأ رفتار توست هر کسی هر چیزی گفت با عقلتون رو بسنج بذار همه بدونن دقیقی و نکته سنج با این تفاصیل هیچ وقت پیرو هیچ کس نباش حتی کسی که بستی پیمان دوستی باهاش دوستی گوسفند و بز در آخر ها شکاره بز راه و بر میگرده گوسفنده که شکاره اساس هر رابطه داره دو فعل معلوم برای رفع نیاز یا بهره بردن از اون پس اگه دیدی هر جا چند تا آدم دوره هم تصمیمی رو گرفتن متحدانه با هم بدون هیچ تعصب سوال کن از انتهاش ببین که با پیروی چه نفعی داری براش فقط با حواست هر چیزو کن تو باور اصلا نترسی از این صداد کنن یه کافر این حقه آدم هاست تا که بشی منزوی حتی به راه میندازن دعوه های زرگری تا برسن به اون چه از ابتدا میخواستن به قیمت جونت هم ندی به این درخواستن این درس اولم هست میدم به تو ای پسر هیچ کسی رو تو دنیا خطاب نکن تو رهبر برای اثبات این دارم دلیل محکم چرا نباید خودت رو بگیری دست کم وقتی که بودی کوچک به عرض و طول سلول میون صدها میلیون هم رده میزدی وول اونجایی که همه کس غیر خودت بیخبر خبر زهال و احوالتون تلاشهای بی سمر این که کدوم از شما میره به سوی کمال شب و روزایی رو که میگذرن با جدال. اونجا فقط تو بودی که با تلاش بسیار تونست که پیروز بشه تنها در این کارزار یواش یواش مسیر تحولت شد آغاز کتاب زندگانیت از اینجا تازه شد باز نه اینکه از روزی که گذاشتی پا به دنیا تو زنده بودی قبلش به شکل سلول اما درسته در تکامل عوض شدی ظاهرا رفتار دین رو میگه تو سلولی باطنن مگر که کار سلول تلاش واسه بقا نیست بهم به بگو دلیل جنگ این آدما چیست پس دیدی اولویت تلاش برای بقاست نه خرز آخرت گول این حقه آدم هاست خدا بهش جهنم روح و رسول و نبی دوزخ و این که بعد مرک می میکنی زندگی اینها همه عزیزم زاییده ذهن ماست اونی که در رأس دین نشسته بر این آگاه است تا اینجا این رو از من بگیر امیر ارسلان عبرت زندگیت کن عاقبت نیاکان به انتها رسیدم بیشتر از اینها وقت نیست هزار تا بیت هم تا بیانگر این بحث نیست این همه گفتم که تا جمله کنم مختصر همه برابر هستیم با یک نگاه بشر پس چرا بعضی ها رو بی خودی بردیم بالا؟ وصل می کنیم اونا را به عالم ماورا هر کسی توی دنیاست پیروز جنگ لقاست چی شده باختیم همه؟ کجای کار اشتباست؟ هیچ وقت توی زندگیت چهار زلت نشو پیروی منطق باشو خام جماعت نشو بدون که از ابتدا خودت بودی و پاهات بلند شوی ساپسر به جنگ واسه خواستهات